سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب ما یه خورده در مورد دستگاه های معادلات خطی با هم دیگه صحبت کردیم توی های قبلی و دیدیم که هر دستگاه معادلات رو ما میتونیم به فرم ماتریسی A در X مساوی با B نشون بدیم که توی اون A ماتریس زرایه به ما هستش و X هم مجهولات ما رو مشخص میکنه حالا یک دسته ای از دستگاه معادلات خطی وجود داره که توی اونها ماتریس به همه درایه هاش صفر هستش یعنی مثلا برای دستگاه های سه در سه به مساوی با صفر صفر و صفر هستش که همونطور که قبلا دیدیم یک همچین ماتریسی که همه درایش صفره رو معمولا با او نشون میدیم که ماتریس صفر هستش پس اگر او مساوی با صفر صفر و صفر باشه یک دسته از معادلات هستند که سمت راست اونها مساوی با صفر هستش یعنی به فرم ax مساوی با او هستن این معادلات و همچین فرم معادلاتی رو بهش میگیم یک دستگاه معادلات همگن یا دستگاه همگن پس این از تعریف دستگاه همگن حالا در مورد دستگاه همگن چیزی که میدونیم این استش که اگر بخوایم این دستگاه رو حل بکنیم یک دستگاه AX مساوی با صفر داشته باشیم یا AX مساوی با او داشته باشیم یک جواب این دستگاه حتما X مساوی با او هستش یا X مساوی با صفر صفر و صفر چرا این حتما جوابه یا اصطلاحا میگیم که جواب بدیهی این دستگاه معادلات هستش به خاطر اینکه این ماتریس ذرایه به آه ما هر چیزی اگر باشه اگر ضرب در این ماتریس صفر بشه حاصل برابر با صفر میشه پس یه جورایی بدیهی هستش که صفر 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 صف حتما جواب هر دستگاه همگنی هستش پس اینجا می نویسیم که x مساوی با ماتریس صفر جواب هر دستگاه همگن است حالا سوالی که برامون مطرح میشه این هستش که هر دستگاه یعنی آیا فقط همین یک جواب رو داره فقط x مساوی با صفر یا x مساوی با او جوابش هستش یا اینکه نه ممکنه جوابهای های دیگه هم داشته باشه حالا چیزی که ما از قضیه یک اگر یادتون باشه یاد گرفتیم این بود که اگر دترمینان ماتریس زرایه به ما مخالف صفر باشه اون وقت دستگاه جواب یک تا داره درسته و توی این مورد هم اگر دترمینان ماتریس آ ما مخالف صفر باشه جواب یک تامون میشه چی؟ میشه X میشود وارون آ زب در ماتریس صفر که مساوی با خود ماتریس صف میشه پس اگر دترمینان آمون مخالف صفر باشه تنها جواب دستگاهمون همین x مساوی صف یا x مساوی با ماتریس او هستش اما همیشه که دترمینان ماتریس ذرای مخالف صفر نیست ممکنه بعضی وقتها صفر باشه حالا اینجا یک قضیه ای هست که ما اسمش رو میذاریم قضیه دو قضیه دو میگه که دستگاه معادلات همگنه دستگاه معادلات همگنه AX مساوی و او دارای بی شمار جواب است اگر و فقط اگر دترمینان ماتریس زرایبمون مساوی با صفر باشه پس این قضیه میگه اگر دترمینان ماتریس ضرایبمون که مخالف مخالف صفر بود که از قضیه یک میدونیم که دستگاه یک جواب داره و اون هم میشه جواب X مساوی با صفر چون اون جواب هر دستگاه همگنی هستش اما قضیه دو داره به ما میگه که اگر دترمینان ماتریس ضرایبمون صفر بود اون وقت دستگاه دارای بیشمار جواب هستش خب بیاید حالا سعی بکنیم ببینیم قضیه 2 رو میتونیم با هم دیگه اثبات بکنیم یا نه برای اینکه واسه اثباتمون رو شروع بکنیم اول بیاد یه دستگاه معادلات همگی برام خودمون بنویسیم در حالت خیلی کلی اه، یعنی معادلات به این شکل هستن a11 در x1 به علاوه a12 در x2 به علاوه a13 در x3 مساوی با صفر هستش این اولین معادله معادله دوم هم این همین میشه a2 1 در x1 به علاوه a2 2 در x2 به علاوه a2 3 در x3 مساوی با صفر و نهایتا معادله سوممون می شود A3X1 به علاوه A32X2 به علاوه A33 در X3 مساوی با صفر پس این یک دستگاه سه معادله و سه مجهول همگن هستش چون سمت راست همه معادلاتمون صفر. خب حالا برای اینکه ببینیم که این دستگاه اگر دترمینان آ مساوی با صفر باشه داره بیشمار جواب هست بیاید فرض بکنیم که فرض میکنیم که دترمینان آمون مساوی با صفر. و نشون میدیم که دستگاه بیشمار جواب داره دقت بکنید که از تعبیر هندسی که توی ویدئوهای قبلی در موردش صحبت کردیم میبینیم که هر میدونیم که هر کدوم از این معادلات مثلا معادله یک، معادله دو و معادله سه یک صفحه رو مشخص میکنه درسته پس هر کدوم از اینا مشخص کننده یک صفحه هستش و چون دستگاهمون همگنه یعنی سمت راست هر سه معادله صفر هستش دقت بکنید که نقطه يه نقطه صفر و صفر و صفر در معادله هر سه صفحه صدق می کند درسته؟ چون هر کنوم از این معادلات اگر x1 و x دو رو بذاریم صف، می صفر میشه صفر به علاوه صفر بلوی صفر که مساوی با صفر هستش پس نقطه صفر و صفر و صفر تو معادله هر سه صفحه صدق میکنه و نقطه صفر و صفر و صفر هم مبدع مختصاته درسته؟ پس بنابراین بنابراین هر سه صفحه از مبدع مختصات می گذرند. درسته حالا سه صفحه ای که از مبدع مختصات ترسشون میگذرن در حالت کلی چند تا وضعیت هندسی میتونن نسبت به هم داشته باشن اگر یه خور راجع به این فکر بکنید و حالت های مختلف هندسی که سه تا صفحه میتونن نسبت به هم داشته باشن و همه در نظر بگیرید میبینید که در کسه حالت بیشتر نمیتونن داشته باشن با فرض اینکه هر سه تا دارن از مبدا مختصات میگذرن چون اگر یادتون باشه توی ویدئوی قبلی گفتیم که در حالت کلی سه تا صفحه میتونن 6 تا وضعیت هندسی نسبت به هم دیگه داشته باشن اما با فرض این که یا با این قید که هر سه صفحه باید از مبدا مختص بسات عبور بکنن فقط سه تا از اون شیش حالت میتونه ممکن بشه حالت اول این هستش که هر سه صفحه هر سه صفحه منطبق باشند خب اگر هر سه صفحه بر هم دیگه منطبق باشن یعنی دقیقت تا اینا یه صفحه هستن و هر نقطه ای که روی اون صفحه باشه توی ماد... هر ستا این معادلات صدق میکنه چون در حقیقت هر ستا انگار یه معادله هستن و یک صفحه دارن مشخص میکنه پس در این حالت دستگاهمون بی بیشمار جواب داره که بیشمار جوابش هم تمام نقاطی هستن که رو هر کدوم از صفحه هستن پس این حالت نتیجه میدهد که بیشمار جواب داریم درسته حالت دوم این استش که دو تا از صفحه ها به هم منطبق باشن درسته دو صفحه بر هم منطبق باشن خب اگر دو تا صفحه بر هم منطبق باشن چه اتفاقی میفته یعنی اینکه اون دو تا صفحه در حقیقت یک صفحه هستن و صفحه سوم چون بر اونها منطبق نیست اما اون هم از مبدع مختصات میگذره. حتما باید اون یکی دو تا صفحه دیگر رو توی یک خط قطع بکنه. پس این نتیجه میداد که صفحه سوم دو صفحه دیگر را در یک خط قطع میکنه و این نشون میده که چی تمام نقاطی که روی اون خط هستن که در حقیقت سطح مقطع صفحه سوم و دو تا صفحه اول که یکی هستن هستش تمام نقاط روی اون خط توی معادله هر سه صفحه صدق میکنن و باز چون تعداد نقاط روی خط بیشماره باز هم از این نتیجه میگیریم که بیشمار جواب داریم درسته خب این هم از حالت دوم حالت سومی که میمونه این هستش که سه صفحه از هم متمایز باشن متمایز باشن اگر سه صفحه از هم دیگه متمایز باشن باز چون همشون یک نقطه مشترک دارن یعنی از مبدا میگذرن باید همدیگر رو قطع بکنن مثلا صفحه یک و دو رو اگر در نظر بگیریم صفحه یک و دو باید با هم متقاطع باشن چون یک نقطه مشترک دارن و میدونیم که دو تا صفحه ای که حداقل یک نقطه مشترک داشته باشن اگر بر هم منطبق نباشن اون وقت همدیگر رو توی یک خط قطع میکنن اون هم حالتیه که توی مورد دو هم صفحه سوم با دو تا صفحه اول داشت پس صفحه یک و دو یکدیگر دیگر را در خطه اسم خطمون رو بذاریم L قطع میکنن خب پس یه خط الی هست که سطح مقطع صفحات اول و دومه میتونیم اینجا بر خودمون یه شکل کوچیک بکشیم فرض کنیم که این صفحه اولمونه این هم صفحه دوممونه و اون وقت این خط قرمزی که من اینجا براتون میکشم خط L هستش خب توی یکی از مثالهای قبلی دیدیم که وقتی که دو تا صفحه با همدیگه دیگه متقاطع هستن این خط L راستاش از ضرب خارجی بردارهای N1 و N2 به دست میاد یعنی N1 ضرب خارجی در N2 با L موازی هستش موازی با ال هستش یعنی یک همچین برداری خواهد بود N1 سر و خارجی در N2 که N1 و N2 چی هستن؟ N1 بردار عمود بر صفحه اول بردار N1 یک همچین چیزی و N2 بردار عمود بر صفحه دوم پس وقتی دو تا صفحه داریم بردارهای عمود برشون رو اگر در هم ضرب خارجی بکنیم اون برداری که به دست میاد موازی با فصل مشترک دو تا صفحه خواهد بود خب توی مثالی که ما اینجا داریم برای صفحه اول و دوم بردار N1 که بردار عمود بر صفحه اول هست خواهد بود هاش A11, A12 و a و بردار n2 مؤلفه هاش هستش a21 a22 و a23 این چیزیه که از معادلات خط و صفحه که قبلا یاد گرفتیم میدونیم خب پس n1 ضرب خارجی با n2 برداری هستش که موازی با خط l حالا برای اینکه ببینیم که این دستگاه معادلات ما توی این حالتی که داریم بررسی میکنیم چند تا جواب داره باید ببینیم که این خط L که فصل مشترک صفات اول و دوم هست با صفحه سوم چه وضعیتی میسازه اگر صفحه سوم رو در یک نقطه قطع کنه اون وقت دستگاهمون جواب یک تا داره اگر در هیچ نقطه قطع نکنه این خط L صفحه سوم رو دستگاهمون جواب نداره و اگر در بی شما نقطه قطع بکنه اون وقت دستگاهمون بیشمار جواب داره خب برای اینکه وضعیت خط و با صفحه سوم ببینیم دقت میکنیم که صفحه سوم هم یه بردار عمود داره که این بردار عمود انسه هستش که مختصاتش هست آسه یک آسه دو و آسه سه پس این هم بردار عمود بر صفحه سه هستش حالا یک قضیه وجود داره که ما اینجا اثباتش نمی کنیم اما به عنوان یک تمرین خودتون میتونید بهش فکر بکنید و اون قضیه میگه که برای یک دستگاه که به این شکل نوشته شده ما داریم N3 ضرب داخلی در برداری که ضرب خارجی N1 و N2 هستش برابر خواهد بود با دترمینان ماتریس زرایب که دترمینان ماتریس زرایب فرض اولیه ما بود که مساوی با چی هستش؟ مساوی با صفر هستش خب اگر این قضیه رو قبول بکنیم این رو به عنوان قضیه قبول بکنیم که خودتون میتونید اثباتش بکنید این داره به صورت هندسی به ما چی میگه n یک ضرب خارجی در اندو که یه برداری هستش اسمش رو بیایید بذاریم مثلا بردار ال که این بردار ال ما موازی با خطی هستش که سطح مقطع صفحات یک و دو هستش یعنی راستای این خط ال رو داره به ما نشون میده و میگه برداری که در راستای خط ال ضرب داخلیش با برداری که عمود بر صفحه سومه مساوی با صفر هستش پس یعنی این دوتا بردار ال بردار L و N3 بر هم چی هستن؟ عمودن چون میدونیم وقتی که ضرب داخلی دوتا بردار صفر باشه بر هم عمودن از طرفی N3 هم که خودش بر صفحه سوم عمود بوده پس L یا در حقیقت خط L یا بردار ال کوچیک موازی با صفحه سوم هستش درسته بنابراین نتیجه می گیریم که خط L با صفحه 3 موازی است موازی است یه بار دیگه ببینیم چرا گفتیم موازیه چون که ضرب داخلی L بر برداری که بر صفحه 3 عمود بوده صفر شده بنابراین L بر بردار عمود بر صفحه 3 عموده خود صفحه 3 هم که بر این بردار عموده پس ال باید با صفحه 3 موازی باشه یعنی یه شکل اگر اینجا براتون بکشم فرض بکنیم که این صفحه 3 هستش و بردار عمود بر صفحه هم این بردار N3 هستش حالا ما داریم میگیم که این بردار L ما بر بردار N3 عموده پس بردار L باید یه جایی روی صفحه 3 بیفته حتما دیگه چون مجموعه یه بردارهایی که بر بردار N3 عمودن همه روی صفحه 3 میفتن بس این بردار L هم که بر بردار N3 عموده حتماً باید موازی با صفحه 3 باشه پس, خ... پس خط L هم که در راستای بردار L با صفحه 3 موازیه مثلا خط L ما میتونه یک همچین چیزی باشه روی موازی با صفحه 3 خب موازی با صفحه 3 هستش اما هنوز ثابت نکردیم که تقاطع داره یا نقطه مشترکی داره با صفحه سه این خط ال ما یا نه اون چیزی که میذاره ما اثبات بکنیم که خط L در حقیقت منطبق بر صفحه سه هست اینه که هر دو باید از مبدا مختصات عبور بکنن درسته چون خط ال خودش سطح مقطع صفحات یک و دو بود صفحه یک و دو هم که از مبدا مختصات میگذشتن هر دو پس خط ال هم از مبدا مختصات میگذره صفحه سه هم که از مبدا مختصات میگذره پس یه نقطه مشترک داره صفحه سه با خط ال و از طرفی موازی هم هستن پس دو تا یک خط و یک صفحه که یه نقطه مشترک دارند و با هم موازی بر هم منطبق هستند. درسته پس خط ال میتونیم اینجا بنویسیم که خط ال یکی من جا کم آوردم ببخشید خط ال بر صفحه سه منطبق است خب اگر منطبق باشه یعنی چی؟ یعنی باز هم بیشمار جواب داره دستگاه من. درسته؟ چون همه نقاطی که توی معادله دستگاه یک و دو صدق می کردن که می شدن نقاط روی خط ال روی صفحه سه هم قرار دارن یعنی توی معادله سه هم صدق میکنن پس توی هر کدوم از سه حالت هندسی ممکن دستگاه همگنی که دترمینان و برای صف بود بیشمار جواب داره خب ببخشید این ویدئوی کمی طولانی شد توی کلاس درس بعد میبینم اتون.